خدمت دانش آموزان عزیز عرض سلام و صبح بخیر. من بندم پیام ها رو که شاد هم بهتر نشون داده بشه. خب جلسه گذشته دامن و برد را توضیح دادیم، میخوام یکی دوتا مثال از دامن و برد بازم حل کنم و بعد بریم سراغ تمرین. گفتیم که تابع به چند صورت نمایش داده میشد. نمایش اول نمایش زوج مرتب، مثلا F دو سه سه و منفی H صفر و پنج. اگر اون گفت دامنه این تابع چی هست، گفتیم که دامنه F چی هستن؟ دو و سه. نه مهمی اصلا تو مجموعه، ببین تو زوج مرتب چرا ترتیب مهمه، ولی تو مجموعه یکی ترتیب مهم نیست، یکی تکرار. من جا بزنش تو مجموعه مهم، تکرارم معنا نداره. مثلا دو تا دونه سه داشته باشیم، اینجا اگه دو تا دونه سه داشته باید بنویسیم، ولی اینجا دیگه یه دونه سه شو بیشتر نمی‌نویسیم. آره اف سه و منفی یک و پنج، این نمایش زوج مرتبی تابع. پس بهش میگیم نمایش زوج مرتبی. یه نمایش دیگه داریم، نمایش پیکانی، مثل این نمایش A و B، مثلا A و B و C یک و دو، فرض کن به این صورت باشه، این هم یه تابعه دیگه. گفتیم چه موقع پیکانی تابعه؟ یعنی یه پیکان خارج شده باشه، نه کمتر نه بیشتر، یعنی اگه عوضی باشه که پیکان خارج نشده باشه تابعه. پس نمایش پیکانی هم به این شکله که اگر من بگه دامنه، مثلا استرینگ تابع رو بذارم جی، دامنه یه جی ها و بی و سی هست. اینجا ممکنه یه عوض بگیم مثلا یه سه داشته باشیم ولی هیچی بهش وارد نشده باشه، وقت برد جی چیه؟ فقط یک و دوه، این که هیچ پیکانی برش وارد نشده جز به برد ما حساب نمیشه. پس سوال، آیا همیشه برد با مجموعه بی مساویه؟ خیر. دامنه چرا با؟ دامنه نمیتونه عضو خالی داشته باشه، ولی برد میتونه عضو خالی داشته باشه، بعد پس این جزء برد حساب میشه. پس برد همیشه مجموعه بی نیست، ممکنه مثلا باشه ممکنه نباشه. پس این دامنه تابع، اینم برد تابع، این نمایش پیکانی، نمایش زوج مرتب. بله بله، حالا ممکنه به شکلی دیگه باشه، مثلا نه اینکه حالا سر هم بسید که پیکان نشون، حالا بعد نمون های سوالش هم بیمون زیتر لا اله الا الله یادتون نده تن خواهشون خب بعد شاهد. نمایش بعدی نمایش مختصاتی بود، درسته؟ نمایش مختصاتی نمودار رو رسمی کردیم، مثلا یه نمودار داشته باشیم. من نمودار مختصاتی رو میخوام یکی دو سه نمونه مثال بزنم چون خیلی مهمه. این نمودار مختصاتی رو ما تو دامن رو برد خیلی باش کار داریم، امسال سال دیگه سال های آینده زیاد ازش استفاده میشه. یه وقتی که چند تا نقطه هست مختصاتمون، یا چند تا نقطه هست یا یه شکل یه نمودار کامل پیوسته هست، مثلا نرم اینجا پس یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه مثلا اینجا داریم، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه مثلا اینجا داریم، یه نقطه هم اینجا داریم. چند تا نقطه را به من گفته دامن و برد چه بید؟ دوتا راه داریم. راه اول چیه؟ بفرم راه اول برای پیدا کردن دامن و بردش اینه که ما بیایم مختصاتش رو بنویسیم، نقاط که تو چند تا نقطه میتونیم مختصاتش رو بنویسیم، مختصات رو بنویسیم، بعد ببینیم مثلا مؤلف های اولش رو بگیم دامنه، مؤلف های دوم بگیم برد، این راهش مختصات نو. راه دوم که بهترین راهه و ما اگر این راه را خوب یاد بگیریم و جلسه قبلا گفتم بعد میتونیم توی
شکل‌های مختلف بتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که تصویر کنیم نقاط رو به محور ایکس و دامنه و تصویر کنیم به محور وای و برای بعد. من هر کدوم از این نقاط رو تصویرش و سایه‌ش رو محور ایکس رو ببینم چنده، اینا میشن دامنه. دامنه محور ایکس هاست. خب پس دیه مثلا اچ پس مالا این تابر اسم گذاشیم اچ دیه اچ از جا شروع میکنم تصویر اومد یه منفی 3 داریم محور ایکس ها، یه دونه منفی 2 داریم، یه دونه منفی 1 داریم، یه دونه 0 داریم، یه دونه 1 داریم، یه دونه 2 داریم. این دامنه همین تمام نقاط را بر محور ایکس ها تصویر کرد. برای بردش بر محور وای ها تصویر میکنه. از اینجا تصویر میکنم. تقریبا مهم شما هر جا خواست. منفی 2 سه. اینجا این سه. یه منفی دو. نه محور وای ها. آره منفی یک هم هست. این. حالا از داره انجام بدیم بعد این سراغ بودم. این سه. یک. میایم این طرف. منفی یک. این. دو. این هم. سه. سه. این هم برده تابع H. پس دامنه و برد با تصویر کردن به دست میاد. حالا این مختصاتی رو میخوام اینجا یه عکس از اینو بگیری تا من برم پاکش کنم تابلو رو. مجرد سرم اون دیگه به شکلهای مختلف میتونه بنویسی. وقتی مثلا این دامنه داده یه بردن داده گفته یه تابه بنویسی خب شما میتونی منفی سه رو با منفی دو بگیر، منفی سه رو با سه رو بگیر. درست شد؟ اون دیگه فرقی میکنه مثلا اینجا چه صورت یه وقتی خود شکل داده اون میگه بنویسی در حتی نهی هم چیزی داده گفته مثلا یه شکلش بکشیم. خب میتونید زوجهای مرتبه مختلفی شما داشته باشه، فقط حواستون باید باشه که تابه باشه یعنی مال پای اول مساوی پیدا نکنه دیگه. حالا کدوم با کدوم در نظر بگیر اصلا مهم نیست به چه صورت. خب برم تو شاد اشکال نداره. حالا شاد هم تصدیه چا اگر اسکای روم خوب نیست برید تو شاد. لایو داریم دیگه آقای رحمتی، لایو الان هست، لایو شاد هست، میتونی برید تو شاد. خب شکل برداده خرد کنید. به طور مثال حالا ما یه نمودار پیوسته که دوتا نمودار پیوسته مثال بزنیم و دامن و بردش رو مشخص کنیم. مثلا این نمودار رو نگاه کنید به من میگه دامن و برد این تابه را بنویس. خب باید ببینیم که محور ایکس ها و محور وای ها را در چه نقاطی داره پر میکنه، یعنی تصویر میکنه رو محور ایکس ها. دامنه مثلا این هم اسم اف بذارم دامنه اف. از اینجا شروع میشه تصویر ها رو محور ایکس ها رو به چه صورت. خب از منفی سه آخری شروع میشه این همه داره نقاط روی این تصویر میشه، همه رو داره تا اینجا پر میکنه تا چند؟ یک. تا یک. پس منفی سه باز تا یک باز ما محور ایسا داریم محور وای ها نداریم اجتماع. بعد اجتماع یک دوباره بازه باز یک چون یک یکی رو پر نشه تا سه بسته اجتماع چهار باز چهار باز تا مثبت بی نهایت. این میشه دامنه. جزء؟ بله.
اینا حالا بعد مدل خط بینه فعلا یفته یه بار اتران دونگه مدلش رو بینیستیم مال بعد فعلا ما دامنه و برداره مشخص دامنه ببینیم تمام اینا تسبیت کنیم به محور ایکس از بالا و پایین ببینیم کجا محور ایکس داره پر میکنه از کجا تا کجا دیدیم از جد من توی سه شروع شد اینا پر میشه توی اینا تسبیت که میشه اینا را پر میکنه تا اینجا یه قسمت اجتماعه گفتم اینا را باز زوج مرتب اشتباه نگیم اینجا دیگه داریم باز حرف بزنیم زوج مرتب من سه و یک نیست بعد دوباره از یک تا سه که پر میشه اینجا دوباره اینجا خالیه از کربان چهار شروع میشه تا مثبت بی نهایت چون داره ادامه داره تا مثبت بی نهایت پر میکنه محور ایکس حالا همینا تصویرشو برای بر رو محور وای ها در نظر میگیریم از اینجا پایین ترین مقدارم چیه؟ منفی دوی تنده در تصویر رو کنم این که مثلا روی محور ایکس ها اگر هر خطی بیش از یک نقطه قطع کرد این دیگه تابع نیست ولی رو محور وای ها میتونه بیش از یک نقطه هم چکار کنه قطع کنه خب حالا اینجا شما مثلا اگر اینجا همین تصویرش اینجا میشه همین تصویرش یعنی هر خطی رسم کنید در دو نقطه ولی اشکال نداره از منفی دو شروع میشه پر میشه اینا داره اینا پر میکنن اینجا درسته دیگه این طرف پر ولی از این طرف داره اینا پر میکنه یعنی از منفی دو تا صفرش اینجا پر شد توسط این قسمت من تصویر بکنم به محور وای با شکلش اگر رسم کنی خیلی راحت میتونی متوجه بشی ببینید همه اینا داره تصویر میشه خب اینجا می آقا تموم شد ولی از این طرف داره تصویر میشه تا چند؟ از منفی دو تا صفر رو محوره بله منفی دوی بسته تا صفر باز پر شد بعد اینجا خالی میفته از کجاسی؟ صفر خدا عدده یعنی همه اینا رو که من تصویر کنم همه داره یه عدده یک آنشونه پس اجتماع فقط مجموعه یک که فقط یکی همه اینا فقط یک رو دارن نشون میدن بعد دوباره از کجا شروع میشه؟ از دو شروع میشه تا مثبت بی نهایت و هرچی ما یه خط به محور وای ها رسم کنیم داره پر میکنه از اجتماع دوی باز تا مثبت بی نهایت این میشه پرش اینا رو دقت بکنید بازم تاکید میکنم اینا خیلی مهمه دامن و بر به عبارت دیگه ما برای پیدا کردن دامنه از عقبترین تا جلوترین قسمت را پیدا میکنیم فقط اگر جدا جدا هستن با اجتماع به هم ربطشون میدیم و برای برد از پایین ترین تا بالاترین فقط قسمت هایی که جدا میفته دار ازش جدا میکنیم پایین ترین اون منفی دوز بالاترین اون چون فلش داره میره تا مثبت بی نهایت ولی خب قسمت های مختلف از همچی شده جدا شده اینایی که به این شکل مستقیم هستن بردشون یه عدد بیشتر نیست حالا این همه این نقاط را که شما در نظر بگیرید این میشه مثلا نقطه یک و یک این میشه سه دوم و یک این میشه دو و یک این میشه مثلا سه و یک همه این داره یک را به عنوان برد نشون میده پس برد این قسمت عدد یک فقط برای همین من فقط یه مجموعه یک قرار دادم براش اجتماع دوباره از اینجا به بعد که برای خودش چار میکنه بازه باز از دو تا مثبت بی نهایت رو نشون میده پس اهمیت این نوع شکلها رو من گفتم تأکید دارم میکنم که اینا ما در آینده بسیار باهاش سر کار داریم به خصوص توی تستای کنکور و اینا خیلی دارن دانش آموزی که خوب اینا رو یاد بگیره یه بخشی از تابع را به خوبی یاد گیره تو چی؟ تابع کجا؟ کنکور همش تابع هستن ببین؟ که میگم همش تابع دیگه همه که تابع بستگی دارن شما الان نمیخونی تابع را دامن و برد چه میخونی انواع تابع را میخونی یک به یک بودن گوشا بودن این را همه را میخونی بعد از اون تازه میری سراغ حد حد دوباره دانش آموز که تابع را خوب یاد گرفت باشه حد دوباره از تابع یاد بگیری از اونجا بعد دوباره از حد میری سراغ مشتر دوباره دانش آموزی که حد را خوب یاد گرفت باشه مشتر را یاد بگیری و همه اینا برمیگرده به این شکل ها یعنی در آن مرتب هی شکل دست میکنن تو شکل ها برات مشخص میکنن که مثلا این نقطه حد دارد یا نداره مشتر داره یا نداره نه سال آید خب پس این دامنه و برد تابع از نظر نمودار مختصاتی پس تا
حالت سوم نمودار مختصاتی بود و چهارمین حالتی که نمایشی که ما برای تابع داریم نمایش جبری تابع یا همون ضابطه قانون تابع. مثلا یه تابع را ما میگه f x مساوی است با c x منهای b، اینا یعنی نمایش جبری تابع. حالا این نمایش جبری تابع اگر دامنه را به ما داده باشه، تو مثلا چه دامنه‌ای بخواد برد را پیدا کنه، چه پیدا میکنه؟ مثلا یه وقت همین رو آمده میگه اگر دامنه باشد منفی یک صفر یک دو هم دامنه این باشه، خب یعنی چه؟ یعنی این را به جای x قرار بده، برد را به دست میگه. وقتی ما نمایش جبری داریم یا خودش به ما یه دامنه میده، مثل این که ما مقادیر را به جای دامنه یعنی x دیگه، مقادیر را به جای x قرار میدیم و y ها را به دست میدیم. این fx ها گفتیم همون y یه، یادتون جلسه قبل گفتیم fx همون y یه، یعنی اگر نمیشتم y مساویه cx منهای 1 با این fx مساویه cx منهای 1 یکیه، فرقی نمی کنه. سهمی هم ممکنه، حالا خطه سهمی هم داره بیه، بله سهمی ها اگه یاد باشه یه بار گفتم که بیشتر در موردش توضیح بدیم، تو همین قسمت بعد هم میخواییم در مورد سهمی هم بیشتر توضیح بدیم. حالا اینجا منفی 1 بذاریم جای x و بردون میشه چی؟ بذار جلو خودش فلش بزن و بردون بگیسن آقا که در نتیجه بردون میشه منفی 4، منفی 1 بذاریم میشه منفی 3 و منفی 1، منفی 4 0 منفی 1، 1 بذاریم 2، 2 بذاریم 5 بردمونه. پس دامنه را خود شما چند تا عدد داره، ما هم بردمون را به همون شکل هم چند تا عدد به دست میاریم. بعد اگه گفت اینا نمودار مختصاتش را نمایش بدی، نمودار مختصاتی شما f را f x را f را البته میگی یه بار منفی 1 گذاشتیم شد منفی 4، 0 گذاشتیم شد منفی 1، 1 گذاشتیم شد 2، 2 گذاشتیم شد 5. زوج مرتب را رو محور های مختصات چکار کنیم نمایش بدیم، به هم 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 نداریم بستش بکنیم چون چند تا نقطه بیشتر نیست. پس میتونیم اینا دامنه را به این شکل بنویسیم، میتونیم تابعش هم به این صورت بنویسیم. وقتی تابع را به صورت زوج مرتب بنویسیم دیگه نمیسیم اف ایکس ها دیگه، هم فقط اسم خودش هم بذاریم اف، اما افی که اینجا بوده اینجا بذاریم. اف ایکس مال وقتی که ضابطه مینویسیم، اف ایکس ها با ضابطه بیان. خب پس اگر دامنه خودش داده باشه چند تا، یه وقتی دامنه رو مثلا گفته اعداد طبیعی، مثلا دی ان اعداد طبیعی، یعنی چه؟ یعنی اعداد طبیعی را 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینا رو بذاره جای x. خب در این صورت میشه چی برده اون؟ 1 را میذاریم میشه 2، 2 را میذاریم میشه 5، 3 را میذاریم میشه 8، 4 رو می‌ذاریم میشه 11، به همین ترتیب 3 تا 3 تا اضافه میشه به تا. بردمون نامتناهیه تا بی‌نهایت ادامه داره چون دامنمون نامتناهی بود اعداد طبیعی. پس بردمونم باز هم اینجا اگر ما خواستیم زوج مرتبی مشخص کنیم و نمودارش رو رسم بکنیم، نمودارش بازم به هم پیوسته نیست چون چند تا اعداد طبیعی رو داریم می‌ذاریم. یه وقتی که دامنمون یه زوج یک بازه هست بچه ها، یک دامنمون یه بازه، مثلا بازه منفی 2 تا 3 دامنمون یه بازه. خب اینجا ما داریم چکار میکنیم؟ این بازه را منفی 2 و 3 را، یعنی اول بازه را آخر بازه را به جای ایکس قرار میدیم تا اول و آخر بردمون پیدا بشه. بالاخره اولین مقدار رو منفی 2 که میگذاریم، آخرین مقداری که ما میتونیم بگذاریم 3 هست. این دو تا مقدار رو میگذاریم. فقط نکته بعضی وقتا تو بعضی تابه های خطی، حتی نه خطی هم دیگه چون نمودارش نمودار خطه یا روی یه خط نقاطش قرار میگیره، برای هم به اینا خطی درجه 1 AX به علاوه B همون تابه خطی، همون در واقع الگوی خطی. تو الگوهای خطی شما اولین مقدار و آخرین مقدار را توی رابطه قرار بدید، بعد ببینید کدوم کوچیکتر میشه و کدوم بزرگتر میشه. مقدار کوچیکتر برد اول نمیشه، بعد بزرگتر نمیشه.
حالا من معمولا اینجا خودش اول کوچیکرا که بزنیم کوچیک میشه مثلا منفی 2 رو بزنیم جای میشه منفی 7 3 رو که بزنیم میشه 8 پس بردمون میشه از منفی 7 تا 8 پایین ترین تا چون ما تو با توی بازه نوشتن حتما کوچیک‌تر اول بزرگتر بعد آفرین منفی این سه منفی آفرین حالا اگر مثلا اینطوری بود fx‌مون بود یک منهای 3x و بازمون بود دی از منفی 2 تا 3 ببینید الان منفی 2 را که بذارم اینجا میشه میشه 6 مثبت پایین میشه 7 اما 3 را که بذارم میشه منفی 8 منفی 8 پس من باید اول من دوی 3 را بزرگتر رو داشت عملی اول آفرش منفی 8 بسته منفی 8 چون این بسته 3 بود ما گذاشتیم پس جمع بسته منفی 8 تا باز 7 آره دو سه تا 6 مثبت با 1 شد ببینید چون باز رو گذاشتیم جمع جوابش رو باز ما میگذاریم پس ما مقادیر را قرار میدیم اول کوچیکتره بعد بزرگتره به ترتیب یعنی تو بازه باید به طور بنویسیم این هم در مورد این قسمت پس ما وقتی یه ضابطه به ما میده یا یه نمایش جبری تابع به ما میده یا دامنه را به سن چند تا عدد میده یا دامنه را به سن یک مجموعه به ما میده مجموعه اعداد طبیعی سری یا دامنه به سن یک بازه هست یا دامنه خود اعداد حقیقیه کل اعداد حقیقی و وقتی کل اعداد حقیقی را ما هر کدوم از اینا رو بگذاریم به جای x خطمون رو بردمون اینجا میشه چی؟ کل اعداد حقیقی چرا؟ چون محدودیتی ایجاد نمی کنه دیگه شما همه اعداد حقیقی رو وقتی میگه همه اعداد حقیقی هم مثل اینه که در واقع خط داری رسم میکنی کله خطا که رسم بکنی نه الان این خطا من اینجا رسمش کنم اینجا یه عکس بگیر که من پاکش کنم تو قسمت رو کلش عکس بگیری کامش یه خطی بله حالا خطش رو رسم کنم که توضیح بدم به چه صورت الان برای این مورد وقتی به ما میگه دامنش آر هست یعنی نمودار تابع را رسم کن دیگه کلا تابع ما بای مساوی 3x منهای 1 خب وقتی من دامنه تابع هم آر باشه دوتا عدد دلخواه میدم برای رسم کردن خط دوتا عدد دلخواه باید بهش بدیم دیگه هر خطی هم میخوایم رسم کنیم باید دو نقطش را داشته باشیم تا بینو خط را رسم کنیم مثلا صفر را میگذارم که بشه منفی 1 صفر بذارم میشه منفی x و اینا با مثلا یک بذارم میشه دو خب صفر و منفی یک اینجا یک و دو اینجا هست این نمودار رسم خب این نمودار خطه حالا اگر من بگم برد این خط چیه مگه من وقتی میخوام تو برد ها گفتم باید تصویر کنم به محور وای ها هرچی من تصویر کنم من کل محور وای ها رو میپوشونه یعنی کل اعداد حقیقی برای همین بردم نمیگیم کل اعداد حقیقی بله همیشه اینطور نیست که حالا اگر دامنه آر باشه بردمون هم همه عدد حقیقیه تو سهمی مثلا یه اتفاق میفته تو سهمی بردمون عدد حقیقی دامنه ممکنه عدد حقیقی باشه ولی بردمون ممکنه عدد حقیقی نباشه ممکنه که چرا اصلا حتما دیگه عدد حقیقی نیست از یه جایی به بعد چرا چون سهمی از یه جایی به بعد برمیگرده یعنی از بالا که داره میاد از یه جایی برمیگرده به سمت بالا یا اگر میره به سمت بالا دوباره برمیگرده به سمت پایین یعنی ماکسیمم مینیمم که اونجا گفتیم اینجا میخوایم استفاده کنیم به دلیل اینکه ماکسیموم و مینیموم داره ماکسیموم یا مینیموم پس بردش تو سهمی ها همه اعداد حقیقی نیست دامنه میتونه همه اعداد حقیقی باشه ولی برد نه خب پس ضابطه حالا من اگه یادتون باشه یه نکته را توی نمایش جبری تابع گفتم چه موقعی توی نمایش جبری تابع نیست وقتی که وای توان دو داشته باشه یا وای داخل قدر مطلق باشه در این دو صورت حالا وای توان دو یا توان چهار دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود مثلا اگر داشتیم وای دو مساوی است با دو ایکس در اعداد یک
خب اینجا برای یک دو تا وای به دست میاد. شما مثلا به جای x بذار یک جواب میشه سه دیگه. به جای x بذار یک جواب میشه سه. پس وای دو میشه سه. وقتی وای میشه سه، وای میشه مثبت و منفی رادیکال سه. یعنی یه بار با یک رادیکال سه به دست میاد، یه بار با یک منفی رادیکال سه به دست میاد. دو تا زوج مرتب با مؤلفه‌های اولی مساوی. پس قدر مطلق بود بازم همین کنه. به مثلا قدر مطلق وای مساوی است با دو ایکس به علاوه یک. به جای ایکس بذارم یک میشه سه. در نتیجه قدر مطلق وای برابر با سه. خود وای چی بوده؟ یا مثبت سه بوده یا منفی سه بوده. مثبت سه باشه قدر مطلقش میشه سه، منفی سه باشه قدر مطلقش میشه سه. یعنی دوباره با عدد یک برای یه دونه x دو تا y به دست اومد. هر زمانی برای یه دونه x چند تا y به دست بیاد، چند تا y متفاوت به دست بیاد، اون تابع نیست. در صورت تابعی که برای هر x یه y به ما جواب بده، دقیقا یک y به ما جواب بده. حالا به چقدر هم تا تمام نمیشه برای y رادیکال؟ مثلا نه، رادیکال اشکال نداره. اگه y رادیکال داشته باشه اشکال نداره، چون رادیکال را تو ریشه گیری ها، بچه ها این نکته را دقت بکنید، تو ریشه گیری ها مثلا به ما میگه رادیکال وای مساوی است با دو ایکس به علاوه یک. به طور مثال مثلا شما اگر به جای ایکس بذاری یک، حاصله میشه چی؟ سه. رادیکال وای مساوی سه. خب وای چه عدد بوده؟ نه بوده، منفی که نبوده که. وای عدد مثبت همیشه زیر رادیکال با فرجه زوج. نه بوده که جذرش شده سه. جذرم که همیشه یه عدد مثبت میشه، یعنی جذر هر عدد مثبته. جذر را با ریشه دوم اشتباه نگیرید. اون جلسه که درس دادیم گفتیم در مورد ریشه دوم، گفتیم ریشه دوم هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی. اگه به شما گفتن جذر 9 چنده؟ جذر 9 3 هست. حالا اگه گفتن ریشه دوم 9 چنده؟ میگه مثبت 3 و منفی 3. درست شد؟ چون جذر همیشه مقدارش مثبت. پس اینجا اگر این رادیکال داشته باشه اشکال نداره، فقط در صورت که وای درجه زوج داشته باشه یا داخل قدر مطلق. ایکس اگر درجه زوج داشته باشه اشکال نداره، ایکس اگر تو قدر مطلق باشه اشکالی نداره، ولی اون وایه که نباید این اتفاق براش بیفته. توی این هم در ضمن یه نکته دیگه گفتیم جلسه قبل بهتون، گفتیم همین هم اگر به ما وای را محدود کرده باشه تو مثبت ها یا منفی ها بازم تابع میشه، دیگه اشکالی نداره. اگر من بگه تابع F از مثلا R تا R مثبت، این دامنه اونه، این بردمونه دیگه، یعنی بردمونه تو اعداد مثبت فقط دنبالش میگردی. وقت در این صورت Y اگه Y توان دو یا قدر مطلق هم داشت دیگه اشکالی نداره، چون اصلا منفی هاش قابل قبول برای ما نیست. درسته وای میشه مثبت و منفی سه، ولی منفیش به درد ما نمیخوره، منفیش اصلا ما استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون بردم نگفته فقط داده مثبت دنبالش بگرد. اون که عدد مثبت میشه توی دامنه تاثیری داره؟ نه، دامنه هر عددی میتونه باشه. دامنه اینجا گفته همه عدد حقیقی، هر عدد میتونه انتخاب، اما برده فقط عدد مثبت را ازت میپذیره. اون دستگاهی که گفتیم برای تابع رسم می‌کنی فقط اعداد مثبتش رو بدون جواب بده، چون خود تابع درست نمیاد. یعنی تابع این اگه قدر مطلقا داشته باشه وای اشکال نداره، اگر توان دو هم داشته باشه اشکال نداره تابع. یعنی همین هم باید دقت توی بردش داشته باشه. میگه بردا چی تعریف کرده برای ما؟ تو مثبت تعریف کرده، تو منفی تعریف کرده، تو کجا تعریف شده؟ درست شد؟ خب پس این در مورد انواع نمایش‌های تابع، چهار تا نمایش بود. من هر چهار تا نمایش رو اینجا براتون توضیحش را دادم. اولی نمایش زوج مرتب بود، دومی نمایش پیکانی بود، سومی نمایش نمودار مختصاتی بود و چهارمی نمایش جبری تابع. بله، خب خیلی دقت بکن. خب حالا بعضی وقتا بچه ها توی توابع مثل اون مثالی که الان زدم، من چند تا قسمت مجزا داشت و به هم ما ردش دادیم، ما توی تابع ها، حالا قبل از اینکه اون موضوع بدم، توی بحث نمایش جبری تابع، نمایش جبری مثلا f x مساوی است با x2 به علاوه 3x به اضافه 5، مثلا یه نمایش جبری تابع دیگه.
گفتیم اینا رو اگر مثلا به شما بگه دپ یک را پیدا کن یعنی چکار کن؟ نمه جایتون رو یک یک به توان دو یک سه پنج میشه نو دپ یک مساویه نو بعد اینم هم زوج مرتب بنویسیم چی بنویسیم؟ یک و نو زوج مرتب شد یعنی ما یک را دادیم نو را به ما جواب داد حالا یه وقتای ممکنه بله دپ یک مساویه دو دور خواهد دپ یک مثلا یه زوج مرتب یه نمایش جبری دیگه مثلا میگه اف ایکس مساوی 2 وقتی میگه اف ایکس مساوی 2 اگر من گفت اف 1 را پیدا کن میگیم 2 اگه گفت اف 0 را پیدا کن میگیم 2 اگه گفت اف 2 را پیدا کن میگیم 2 چرا چون گفته هر چی بهش بدی 2 هر چی شما بهش بدی فقط جواب چنده 2 واسه چی اسمش هم وایش داره اسم x شو پیدا کن x یعنی هر عددی تو خودت دلت خواست بگذار اما جوابت فقط 2 هست این fx مساوی 2 با fx مساوی 2x فرق میکنه fx مساوی 2x یعنی هر عددی گذاشتی تو باید در 2 ضرب کنی 1 میذاری 2 تا 2 تا 2 میذاری 4 3 میذاری 6 اما این fx مساوی 2 یعنی هر عددی شما بگذارید فقط جواب 2 بهت میده این دستگاهش به این شکله به این تابعه همونی تابعه ثابت حالا بعد تا انواع تابعه بیشتر توضیح میدم در موردش نمونه های مختلفی مثال بزنیم اینا تابعه های ثابت هستن ثابت یعنی حرفشون یکیه هر عدد بذاری یه جواب همین پس اینا تابعه های ثابت هستن که همون خط های موازی با محور x ها هستن خط موازی با محور x ها خب تابعه هست خط موازی با محور x ها روی دوره اینه هر خط موازی محور وای ها رسم اینه مدار در یه نقطه این خط بشه خط وای مساوی 2 همینه دیگه تابع هم هست اونایی که تابع نیست خط های موازی با محور وای ها هست مثلا ایکس مساوی یه عدد خط های موازی با محور ایکس ها را میگیم وای این همون وای دیگه وای مساوی یه عددیه خط های موازی با محور وای ها ایکس مساوی یه عددیه برعکسه خب پس ما اگر نمایش جبری به ما داده بودن هر کدوم ما خواستم با جایگذاری توی x میتونیم پیدا کنیم حتی اگر من بگه مثلا fx دو مساوی است با x2 به علاوه 3x به علاوه 5 شما f t را پیدا کنید یعنی چه؟ یعنی به جای x بذار چی؟ t t2 به اضافه 3t به علاوه 5 f مثلا تی منهای یک را پیدا کن یعنی چه؟ یعنی تی منهای یک را به جای ایکس بذار میشه چی؟ تی منهای یک به توان دو سه در تی منهای یک به علاوه پنج میشه اف تی منهای هرچی تو این پرانتزه ببین؟ من این دارم میگم دیگه هرچی داخل این پرانتز هست شما به جای ایکسات قرار بده حالا اینکه فقط ایکس هم باشه نیست ممکن مثلا به شما میگه اف تی یا ما داریم تی دو به علاوه پنج تی حالا اف یک را پیدا کن این هم یعنی همون حالا اینجا دیگه ما در واقع متغیر مستقله و تیه حالا گفته به جای تی بذار یک این دیگه فرق نمی کنه شما باید بفهمی خودت که منظور چی هست آقا میگه که عددی بذاریم درسته خودش میگه بهتون دیگه بله بله خودش بهتون مثلا اگه یک بذار اف دو بذار یا مثلا حتی مشغولای دیگه مشغول هر چی گفت داخل این پرانتز شما باید به جای مشغول اصلی قرار بدید این نکته ای که در مورد نمایش جبری تابع داری اما یه مسئله مهمی که الان بخوام بهتون بگم اینه که ما اگر تابع هایی را داشته باشیم چطور میتونیم اون تابع ها را رسم بکنیم به خصوص تو تابعهای چند ضابطه ای ببینید تابعها توابعه چند ضابطه ای ببینید چی هست آقا به سمانتی از در نقطه ساد میشه که چند تا سر نقطه بود آفر حالا چند قسمتی بود آره بچه ها ببینید تو این شکل تو این تابعه چند ضابطه ای که به ما میدن تابعه چند ضابطه ای یا نمودار خط داخلش هست یا نمودار سهمی یا نمودار خط یا نمودار سهم اگر
اگر به شکل AX و علاوه B باشه خطه، اگر به شکل AX و علاوه BX و علاوه C باشه چیه؟ سهم. برای خط میگفتیم دو نقطه‌شو باید داشته باشیم، دو نقطه‌شو که داشته باشیم میتونیم نمودارش کار کنیم، رسمش کنیم. برای سهمی اگه یاد باشه برای رسمش چیکار می‌کردی؟ اول رأس رو پیدا می‌کردیم، یه نقطه قبلش و یه نقطه بعد از رأس سهمی رو می‌گذاشتیم تا بتونیم سهمیه چیکار کنیم؟ رسمش کنیم. حالا تو این تابلوی چند ضابطه ممکنه در واقع رأس سهمی اصلا داخل شکلمون باشه، ممکنه نباشه. خب تابع چند ضابطه چی هست؟ مثلا ببینید اگر من بگم fx مساوی است 2x منهای 1 برای x های کوچکتر از یا کوچکتر مساوی منفی 3 برای x های بین منفی 1 و 5 یا منفی 1 و 2 و مثلا منفی x به علاوه 2 برای x های بزرگتر مساوی آمین منفی 1 و 2 روی خط مستقیم هستم. آفر، حالا همه ها توضیح اینا هر ستا خط هم درجه دوی با داخلش نمیبینیم، هر ستا خط همین خط همین هم درست شد؟ خب فقط محدود کرده، اومده محدودمون کرده اینجا گفته برای اکسای کوچکتر مساوی منفی 1 این خط را استفاده کنیم، برای اکسای بین منفی 1 و 2 این خط را، و برای اکسای بزرگتر از 2 این خط را استفاده. حالا گفته نمودار این تابه را رسم کن. نمودار این تابه ما چون خط هستن از هر کدوم دو نقطه باید حد اقل داشته باشه. بهترین حالت اینه که تو اینا چون محدود هستن یکی از نقاطی که استفاده میکنیم کرانهای این بازه باشه. کران یعنی بالاترین یا پایینترین مقدار این بازهی که میگیره. الان بالاترین مقداری که میگیره منفی یک، پس یکی از نقاطی که استفاده بکنیم حتما منفی یک. و بعد چون گفته ایکس های کوچکتر از منفی یک، بقیه شو باید از کوچکتر از منفی یک استفاده کنیم. پس من یه جدول برای این اول رسم میکنم. میخوام 2x به علاوه 1 2x منهای 1 را رسم کنم. به x یه بار میدم منفی 1، اولین مقداری که میدم کران بازه هست، کران ها یا در واقع نهایت یا حداقل بازه. منفی 1 را میدم بهش میشه چی؟ منفی 3. یه منفی 2. چون گفته کوچکتر از منفی 1، یه هر ندارم بزرگتر از منفی 1. نگاه کنم به اینا، اینا خیلی مهمه. منفی 2 را مثلا بشمن منفی 2 بدم چه منفی 5. حالا پس من نمودارم را یه بخشیش را حالا رسم میکنم، یکیش منفی 1 و منفی 3، این منفی 1 1 2 3 این منفی 3 دایره تو پر، چون این نقطه خودش داخل مجموعه هست. منفی 2 و منفی 5، منفی 2 اینم 4 5. بچه ها من یه ازبر حق ندارم برم اون طرف، چون گفته دیگه حد اکثرمون تو اینجا منفی 1. اینجا تموم شدیم قسمت شکلمون، این خط فقط تا همینجا هست. حالا میام سراغ خط دومی. خط دومی وای مساوی 3 هست، تابع ثابته. گفتم اگه یه عدد ثابت بود تابع ثابته. اولین مقداری که میتونم بشودن چنده؟ منفی 1 وای میشه چند؟ 3. دومین مقداری که میتونم بشودن؟ دو سه. ببین اولی و آخری ها دادم بهش، منفی 1 و 3 اینجا میشه، این منفی 1 و 3 دایره تو خالی، حالا ممکنه این پرش کرد هیچ اشکال نداره. 2 و 3 1 2 آن بخش منفی 1 و 3 بالاست، منفی 1 و 3 1 2 3 دایره تو خالی، 2 و 3 دایره تو خالی. اینم بخش دوم نمودارمونه. بخش دوم نمودار. میام سراغ بخش سوم. ببینید که از منفی 1 تا 2 من حق ندارم نه از این طرف ادامه بدم نه از این طرف، چون از منفی 1 تا 2 فقط هست. بخش سوم نمودار من منفی 1 به علاوه 2 برای x بزرگتر از 2 هست، یعنی بزرگتر مساوی، یعنی اولین مقداری که میدیم چنده؟ روی
میشه صفر یه دونه سم بهش بگیم چون بزرگتر از دو هست میشه منفی یک. پس دو و صفر اینجا دایره توپر چون دویی که دادیم خودش تو مجموعه بود سه و منفی یک هم این هم بخش سه و منه بود باشه اشکال نداره مهم اینه اینا درست رست کرده باشی حالا یکی ممکنه مثلا چهار بهش بده هر عدد دلت خاص بتونه بهش بده فقط باید دقت بکنی به کرانها که از این نمیتونی عقب تر بری از این نمیتونی جلو تر بری اینا را دقت کن پیدا کرده؟ اشکال نداره ممکنه مثلا یه نقطه با این با یه نقطه این دقیقا دوتا یک بشه اون رو هم میفته اشکال نداره مثلا ممکنه این به این صورت باشه از جبه این شکل بعد دوباره ادامه پیدا کنه نه یه ایت دوتا وای نست اون که دیگه تابه نیه ببین اینجا جوری بهت میده که اون یه ایت دوتا وای برات دست نیاره اگه قرار شد این طرح یه ایت دوتا وای به دست بده که تابه نیست درست شد؟ درسته که یه x دو تا y ممکنه بده ولی ممکنه برای یکی دایره تو پر باشه یکی دایره تو خالی باشه مثلا همین که من اجازه رسم کردم یه اشکال نداره ممکنه مثلا شما منفی یک دادی منفی سه به جواب داد ولی دایره تو خالیه این دایره تو پر اگه هر دو تا دایره تو پر میشد یه اشکال داشت نمیتونه در واقع قرار بگیره حالا اجازه هم دایره تو پر یا هر دو تا دایره تو پر بشه یه نقطه بشه اما اگه اینجا مثلا این دایره تو پر بشه این هم دایره تو پر بشه خب اینجا دیگه این تابه رو از بین میبره اینا جوری بهتون میدن که این اتفاق نیفته حالا اگر هم اتفاق بیفته ممکنه به صورت تستی بدن کدوم از اینا تابه هست یعنی شما شکلا که رسم کنی میبینی کدومش ممکنه دو تا نقطه بالای سر هم قرار بگیره و دیگه این تابه نیست خب حالا سوال به من گفته نمودار رو رسم کن حالا گفته برد تابه رو پیدا کن دامنه یه تابه اینجا چیه به نظر شما؟ دامنه مگه x نیم؟ دامنه همون xه الان x همون چیه اینجا؟ دامنه همه یه اعداد حقیقی چرا؟ چون ما اینجا کمتر از منفی یک داریم تا خود منفی اینجا از منفی یک تا دو را داریم بعد دور اینجا از دو به بعد داریم پس همه یه اعداد حقیقی را پوش مونده الان اینجا هر کدوم شما تصویرش کنید به محور x ها ببینید اینا داره این قسمت رو میپوشونه تا اینجا بعد از اینجا تا اینجا اینا میپوشونه از اینجا بعد هم بقیه داره میپوشونه آه امکان داره اصلا دو قسمت که اصلا جزا بار بده دو یه قسمت چه دوست به این بده عدد نه اگر خودش به تعریف کرده باشه داره ولی اینجا اینا که به این شکل نه همه رو اعداد حقیقی خب پس دامنه دو بچه ها همه یه اعداد حقیقیه دامنه همه اعداد حقیقیه اما بردمون رو کجا محور وای ها داره پر میشه اینجا از منفی بی نهایت داره پر میشه بیا تا اینجا بعد میبینی از این طرف از جا به بعد میشم از این طرف داره پر میشه پس تا صفر ما مشکل نداره پس از منفی بی نهایت تا صفر داره چی میشه؟ پر میشه توسط این طرف یا این طرف فرق نمی کنه هر دو طرف هم باشه اشکال نداره تصویر میکنیم روی محور وای ها پس از منفی بی نهایت تا صفر را داریم اما از اینجا تا اینجا هیچ چیزی پرش نمی کنه چون اینا که اصلا جزبه تابه امونی میمونه این قسمت چه عددی فقط داره پر میکنید؟ فقط عدد سه داره همه اینا تصویر میشن با عدد سه پس برد ما و دامنه ما تو این تابه آره همه اعداد حقیقی بردمون از منفی بی نهایت تا صفر اجتماع عدد سه این برده دامنه از منفی بی نهایت تا صفر این قسمت پر نمیشه اما این قسمت کلاً پر میشه به نام عدد 3 این میشه پر بود پس ما خیلی وقتا برای پیدا کردن دامنه و برد دامنه که گفتم روی نقطه چند ثابته یه مشخصه کمترین مقدار تا بیشترین مقدار مشخصه اینجا چه اعدادی اما برای پیدا کردن بردمون قطعاً باید نمودار رو رسم کنیم تا نمودار رو رسم کنیم متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره میفته اینا متوجه شدی؟ نه من یه عکس بگیر تا یه عکس بگیری تا یه مثال دیگه بزنم. باشه الان مثال بزنم شما بیاد. الان یه مثال بزنم شما بیاد.
من نمونه رو سهمیش رو فعلا نمیگم ها. سهمی رو بعد یه جلسه مفصل در مورد سهمی میخواییم صحبت بکنم. فعلا اینایی که تو این چند ضابطی ها دارم بهت میگم فقط نمونه رو خط فعلا خطی داریم کار کنیم. خط هم میدونیم درجه یک، همه اینا درجه یک هست. فعلا درجه دو داخل اینا نمیشه. خب سوال چیزی نیست اونایی که داخل منزل هستن؟ GAX سوال اینه نمودار این تابه را رسم کنی و دامنه و برد را مشخص کنی. GAX منفی 3 منهای 5X برای اکسای بین منفی 2 و 2 و 2x در علاوه 1 برای x های بزرگتر مساوی 2. بزرگتر از 2 مساوی. چون یا مساوی برای 2 گذاشتیم یا اینجا برای 2 نمیذاره. هر کدوم از این عددا یه مساوی ممکنه داشته باشه. خب حالا همه می‌خوادن تا تابلو. شماره 13. آقا نمی‌دید. ببینیم. اگر نیامده بود سه تا سه تا میدید جلو هر کدوم شو هست. نمشه سه برد هست آقا سیاز ده بعد اگه نشد نیمه یکی یکی آقا بیمه یکی یکی بیاده هر کدوم که این چاو رسیدی بشه آقا این دوست چند رسید ازن بلن بود آقا ایسی نمیده کسی که بود آقا سی سه آقا نه رضا شما شیشه یادایی شیشه من؟ شماره 13 علی طاهران، سه تا بعدیش آبدینی، سه تا بعدیش 19 علی برجی، سه تا بعدیش 22 نتیما بیمی. حالا برمیگردیم از 13 سه تا قبلش 10 میشه علی رضا شفیعی. بیا شماره 7 چهار رحمتی، شماره 4 عرفان باقری، شماره 1 هادی آقایی. سه تا سه تا میشمارد. شما یکی یا دو؟ فقط دو میشد آقا اشتباهی رو فیلم چرا؟ چهار میگه؟ چهار منهای سه دو. چهار منهای سه دو. دو آقا در ایران سه تا سه تا اضافه کردیم سه تا سه تا کم کردیم میشه دو آقا ده منهای سه سینزه منهای سه میشه ده آقا این ترمه منهای سه هم چهار سه چهار منهای سه یک این ترمه که چه برسه خدا بگیره سر سنگی میشه رو همسنده شد آقا میهر به اول بگو خط یا سهمی من این هایی میخوام پیم برای خود توی کرد آقا خطتون درجه بید آفر خطه خط برای رسمش نیاز به دو نقطه وقتی ما خط داریم نیاز به دو نقطه داریم بزنی عدد رفته کمش کنم نه به سب که بست آقا عدد شما یک منهای دو اکسش یک منهای دو اکس منفی
محدوده اینجا، هر دو طرف محدود. حالا آقا برو زمین. بله دایره تو پر هر دو. خب آقا برایش بزنم برای کش آقا یک سه برداره یه آقای برزن دو بله دو پنج آقا برداره کچه پنج آقا برداره سه دو تا شیش دو تا آقا دو پنج آقا یک سا دمشه خودی دوباره مثل نمیزنی؟ بله من دایره تو خالی میزنی باید خودی دوباره بزنی چون میلیمتر بعدیشا باید استفاده کنیم که یه نظری اشتباه میشه درست فلش بزنم فلش آقا ولیش درست دو بزنی خب چرا تابه هست چون این دایره تو خالی این تو کله آقا اینجا نه دیگه این سه است این مال دو هست این نهایتش اینجا اینجا اشتباه میشه تا اینجا میشه یه دایره پرشون یه خالش خب حالا دامنه او بود دامنش چیه؟ آقا دامنش میشه از اونجا بله همه بله ایکس ها از چی؟ از منفی دو بله تا مثبت بینه تا مثبت بینه چون اینا هم دیگه همه پر میکنن درسته این دامنش بردش چیه؟ آقا بردش میشه وای ها منفی دو چرا منفی دو؟ منفی سه آقا سه اون که کشیدیم دو منفی سه نه الان یک داشت شکل برشته بود منفی سه منفی سه آقا بندش تو آقا میشه تا تا مصفت بینه چون همه این دارن از اینجا شروع میشه پر میشه دیگه هرچی این طرف پر نکرد این داره پر میکنه پس میشه تا مثبت بینه منفی سه تا مثبت بینه آقا اگر مثلا به هم رشن دیگه خط افتاده ادو میونه رشه صاحب کنه یعنی الان این چون توی خط افتاده موازی با این اینا میر اشکال نداره تا مثبت بینه آره دیگه این از اینجا داره تموم میشه ولی این داره حالا از اینجا بچه پر میکنه پس در نتیجه اینا پیوسته است حالا گرفته مثلا اینجا وا میفته از یه جای به بعد خب این قسمت شما نمیدونم آره اجتماع آقا اگه اون تو خالی بود اونم تو خالی بود بله نه دیگه اگه تو خالی بودی میشه حتی تا اینجا مثلا از منفی 3 تا فرض مثبت 5 اجتماع دوباره 5 تا مثبت بینهایه یا میگیم از منفی 3 تا مثبت بینهایه منهای عدد 5 چون هر دو تا دایره تو خالیه یعنی عدد 5 وجود نداره درست شد آره دو تا مثال دیگه اوکی سو خب بعد خالی یه عدد باشه خب بعد یه خط بکشه واسه خودش چی آره عکس اینجا اینجا خب اینجا میاد نه اینا شکل گانه کن شما بی این اولین عدد چنده این دو و پنج منفی دو دو و پنج عدد عدد دو و پنج این آخریشی بود دو منفی سه یعنی دو منفی سه اینجا این دو و پنج اینا دقیقا بالا سر همه منتاش این پره این خالیه بعد اینا بعد اینجا بعد این نمیشه دیگه این مثلا این که نمیتونه قطع اگه این تو باشه که اصلا تا بینی ببین اینجا رو نگاه کن این میگه تا این مقدار بیشتر نمیتونه بیاد بعد از اینجا به بچه بوله تو این بازه قرار داد پس اون اتفاقی نمیفته اگر بیفته غلطه تا بینی سر خب حالا برعکسش مثال بعدی که میخوام بزنم عکسشه یعنی یه نمودار رو من داده باشه بگه که ضابطش را بنویسید نمودار رو من داده باشه بگه ضابطه این نمودار را بنویسید باز هم فعلا خطی ما صحبت میکنیم اصلا تو سهمی نیستی مثلا این نمودار رو من داده ببینیم دایره تو خالی این یه قسمت دایره تو خالی دوباره آبینه این یه قسمت دایره تو پر
گرم چه نمودار به من داده؟ گفته ضابطه این نمودار رو بنویسی. میدونی چند ضابطه ایه؟ شکلایی که از چند قسمت تشکیل شده؟ چند ضابطه ایه؟ یعنی مثلا فرض کنه fx مساوی با یا کولاد باید باز کنیم. آقا دو تا چند تا ضابطه داره؟ سه تا داره. تاش بین یکیش. آفرین. سه تا ضابطه ما داریم. یکی برای یک برای یک برای که اینجا نوشته میشه. هر سه تا ضابطه هم باید ببینیم تو چه محدوده ای هستن. خب سوال من جواب بده. اولی تو چه محدوده ای؟ آقا از x چه داریم؟ از منفی 2 تا 0. تا 0. بسته. پس برای اولی x از منفی 2 هست تا 0. باز بسته. درست شد؟ منفی 2 باز چون شما دارید محور x را اینجا میچینی دیگه. از منفی 2 باز تا 0 بسته. آقا اونجا از 0 باز. این یکی از 0 باز. دوم. 2 و از 2 باز. از 0 باز تا 2 بسته. پس x مون از 0 باز تا 2 بسته. پس و این یکی دیگه از 0 بسته. چرا دیگه 2 بسته؟ نه ما نه این 2 باز ها از 2 2 چرا دیگه این میبینید؟ از کلن نه رو محور ایکس را دامنه دامنه رو محور ایکس این کجا محور ایکس را پر میکنه؟ از صفر تا دو را داره پر این یکی از صفر تا مثبت بی نهایه ولی ایکس های بزرگتر مساویه پس ما سه بخشمون را توی محور ایکس ها مشخص کرد حالا کافی هم ضابطه بنویسی حالا سوال ضابطه را برای خط وقتی می‌خواستی یه ضابطه بنویسی چیکار می‌کردی؟ یه نفر بیاد جلو. کی می‌تونه معادله خط رو بنویسه؟ برای نوشتن معادله یک خط سال نهم برای نوشتن معادله یک خط باید چند تا نقطه شما داشته باشی؟ دو نقطه شد. که شیب پیدا بشه و بعد بتونی معادله خط رو بنویسی. پس ما برای رسم معادله خط باید دو نقطه داشته باشیم برای نوشتن معادله خط هم باید دو نقطه داشته باشیم ما باید معادله خط رو همین دو نقطه باید داشته باشیم خب یه نفر بیاد اینجا اول یه معادله خط چه بنویسه این یک معادله خط چه بنویسه دیگه نه خط داشتم سین داره پنج آه نه بعد شماره دو حالا بیاد یه مخصی بیاد بیاد نه اینجا برای نوشتن معادله این خط ما دو نقطه اشتباه داشت دو نقطه که اینجا میتونیم مشخص کنیم کدوم ها؟ منفی دو و منفی یک نقطه منفی دو و منفی یک و نقطه صفر و صفر دو تا نقطه نه که چرا طوری بازه را باید زوج مرتب اشتباه نکنیم پس دو نقطه داره یکی منفی دو و منفی یکی صفر و صفر خب حالا ما در خط چه مخواهیم نوشتیم وقتی دو نقطه داشتیم چطور ما در خط را می نوشتیم اول شی به خط ام مساویه اون بالا بنویس که پیدا باشه ام مساویه وای دو منهای وای یک به ایکس دو منهای ایکس یک من حالا ام ایکس به علاوه ایچ آب بذار آقا من از دست ندادم آقا چی چطوری؟ چرا میتونیم همونو بنویسی وای مساوی آ ایکس به علاوه بی دو تا نقطه رو بذاری اسباب تو معادل رو دو مجموع حل کن ولی تو راحت تری آقا نرما درس شیبه اون میشه منفی یه دو خوب منفی دو منهای سه میشه یه دو خوب شیب میشه یه دو خوب بعد میگه وای دو وایا بعد میشه یه دو شیب یه دو خوبه ما هر کدوم ها بینیسیم بعد پاکش میکنیم ما دیگه دقت بکنیم این الان شیب یه دو خوب پس حالا معادله خط میشه وای مساوی نه حالا سر
گفتم پاکه شما من دبیلیم سلا اولی که خب جمع وای مساوی یا این طرف بلیمیس بیا اینجا وای مساوی هست با ام ایکس یا همون یه دوم ایکس ایکس اضافه ایچ بله یه دوم ایکس بله ایچ حالا ایچه باید پیدا کنی صفر و صفر رو میذاریم بله صفر و صفر رو گذاریم ایچه اون میشه صفر وای مساوی است با یه دوم ایکس این شد معادله ای درسته؟ معادله مربوطه ای پس برای نوشتن معادله خط ببینیم ما معادله خط ما هست وای مساوی ام ایکس به علاوه ایچ یا وای مساوی آ ایکس به علاوه بی یه شیب اول شیب را چطور پیدا کنی؟ وای های دو تا نقطه را تو صورت ایکس ها را توی مخرج از هم کم میکنی وای دو منهای وای یک میشه منفی یک ایکس دو منهای ایکس سه کم میشه منفی دو میشه یه دوم یه دوم هم بزنی جای ایم حالا خب ایچ را پیدا کنی بیان یکی از این نقاط را به دلخواه هر کدوم که راحت تره الان صفر و صفر راحت تره به جای ایکس و وای قرار میدیم تا ایچ به دست بیا ما همین کار کردیم الان وای شد یه دوم ایکس این وای همه اف ایکسه پس من اینجا را چی بنویسم جلوی یه دوم ایکس یک دوم ایکس آره همونجا نه دیگه جدا همین نه اینکه قسمت جدا اون یه دوم ایکس تو خوبی که نمیدیم این الان شد قسمت اول قسمت اول در واقع تابه مونه حالا قسمت دوم حبیبی بیا عکس رو بگی تو خوام پاکشون بیا حالا پا تابلو من این را پاکش کنم این را بچه هایی که تو خونه اصلا عکسش را گرفت برای تو میذاره دار این تموش میان سراغ قسمت دو خوب یعنی معادلش میشه چی؟ حالا اینجا هم عرضه اونجا دو هست هم عرضه اونجا دو هست پس معادله با دلیتون چی فقط؟ وای مساوی دو یعنی فقط دو رو بنویسیم نه دیگه وایش هم نیست وایش اینه دو ما وایش هم نرده بشتیم پس توجه کنی؟ چون هم عرضه این هم عرضه این یکی ها دوباره ریخ به هم از من یه نفر بیاد به این قسمت آخر دیگه بیل کنم نی برید بچه ها توی اسکای روم اگر نه خدا نه آقا اسکای روم بیشتر 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 آقا خدا نه نسی نه دیرو با حالو زیست اساس آخه اما دیگه آقا همیشه مثل زورده فاقا آقا میگم ایه موشی خاموش نه اینش گوشه از دیگه اینجا گوشه اصلا آقا صدقه دیگه از که خب باشه بزنید تا دیگه
بچه ها همه بیان توی شال و توی اسپایر بذار برای شال درش بیان شال خب حبیب اون یکم حلش کن دو دقیقه بیان این تخت پاک کن آه یه بین حبیب این سیتا بیا بیا خب میام سراغ خط سومی خط سومی هم دو نقطه شا داریم نقطه سه و یک سه و منفی یک چهار منفی و چهار و منفی دو شیب خط را پیدا میکنیم ابوالفضل مالی نه نه